دوستان سلام امیدوارم حالتون عالی باشه تو ویدیوی امروز میخوایم یکی از بازیام رو که تو مسابقه فکری که اخیرا شرکت کردم رو با هم ببینیم و بررسی کنیم حریفم تو این بازی بازیکنیه که مقامهای قهرمانی در سطح آسیا و جهان تو رده سنی خودش یعنی زیر 10 سال، 12 سال و 14 سال داره سینا موحد که الان 12 سالشه بازیکن فوق العاده قویه و به شکل معجزه‌آسا این بازی مساوی میشه و در پایان بازی من اصلا باورم نمیشد که تونستم این بازی رو مساوی کنم پیشنهاد میکنم تا پایان این بازی رو ببینید چون اتفاقات خیلی جالبی داخل این بازی افتاده قبل از اینکه بازی رو ببینیم میخوام در عمل عملکرد کلیم داخل این مسابق هم خیلی سریع بهتون توضیح بدم این مسابقه اوایل همین ماه یعنی آذر ماه داخل شیراز برگزار شد که من برای شرکت تو این مسابقه رو به شیراز سفر کردم و اگه دقت کرده باشین یه یکی دو هفته خیلی کم ویدیو گذاشتم که دلیلش هم همین سفرم به شیراز بود این مسابقه برای ریتینگ های بین 1600 تا 2200 بود و داخل 9 دور برگزار شد تا دور هفتم حتی یه دونه باختم نداشتم که اونجا خیلی داشتم به این فکر میکردم که میتونم یه ویدیو خیلی باحال برای دوستان بسازم و تیترشم بذارم که مسابقه بدون باخت من ولی خب داخل دور هشتم به یه بازیکن بالای 2100 2140 فکر میکنم ریتینگشون بود بازی رو باختم و تو دور بعدی که دور نهم باشه بازی خیلی حساسی بود و با اینکه تو اون بازی برتری داشتم و کل بازی داشتم فشار می آوردم در نهایت بازی مساوی شد و نتونستم تو مسابقه مقام بیارم مقامم هشتم شد اگه اون بازی رو می بردم شاید جزو مقام آورا یعنی اول تا سوم یا اول تا پنجم میشدم ولی قسمت خوب این مسابقه برای من این بود که ریتینگم 104 تا افزایش پیدا کرد و الان ریتینگ فکری من 1796 ه خب اینم از عمل کردم تو مسابقه وقتش بریم ببینیم چه اتفاقاتی داخل این بازی افتاده خب تو این بازی من سیاه بودم و سفید بازی رو با حرکت ای چهار شروع کرده من سی پنج کردم دفاع سیسیلی و بعد از حرکت اسپف حالا پیادم رو خونه دیشیش گذاشتم سفید با فیل خودش داخل خونه B5 به من کیش داده بچه اسم این شاخه که سفید انتخاب کرده شاخه مسکو از دفاع سیسیلیه و بهتون این شاخه رو پیشنهاد میدم اگه دوست داری میتونین که اینو برای سفید بازی کنی چون شاخه ساده تری نسبت به شاخه اصلی دفاع سیسیلیه شاخه مسکو رو مگنس کارسن خیلی معروف کرد و یه مدت همش این شاخه رو بازی میکرد و خیلی از بازیکنان رو هم تونست شکست بده با وجود اینکه این شاخه شاخه ساده تریه پس بازی به سمت مساوی پیش میره ولی میبینیم که مگنس کارسن تونست خیلی از بازیکنان رو با حرکت فیل بی پنج کیش شکست بده حالا سیاه معمولا با فیل دی هفت مسیر کیش رو میبنده که منم تو بازی همین کار رو کردم و سفید فیل خونه دی هفت رو میزن و همین تعویض فیل ها بازی رو کمی ساده تر میکنه حالا سیاه هم میتونه با وزیر پس بگیره هم میتونه با اسب پس بگیره که تو بازی من شاخه پس گرفتم با اسب رو انتخاب کردم حالا سفید خیلی راحت قله کوچیک میره بعد از حرکت اسب اف6 بازی ای دو میکنه و از سرباز خودش دفاع میکنه من ای 6 میکنم که فیل ای 7 کنم و قله کوچیک برم و سفید حرکت دی رو انجام میده بچا به وضعیتی میرسیم که یه حرکت خیلی بد رو اینجا انجام میدم بجز این بازی بقیه بازی ها واقعا از نظر کیفیت راضی بودم و سطح بازی ها بالا بود این بازیم اصلا خوب نیست ولی خب نمیتونستم این بازی رو بهتون نشون ندن. حالا نمیدونم دور شیشون بود خیلی خسته بودم یا قاطی کردم تو این وضعیت حرکت فیل ای هفت رو انجام دادم بچه اگه آموزش دفاع سیسیلی رو تو کانال دیده باشین اونجا میگم که بعد از حرکت دی 4 تو 99 درصد مواقع سیاه پیاده دی 4 رو بلا فاصله میزنه که اینجا هم حرکت سی در دی 4 حرکت خیلی خوبیه و در نهایت هم کاملا تعادله و برای سیاه قابل بازیه البته سفید اینجا میتونه C4 کنه حرکت بعدی و وارد ساختار ماروکسی بشه که یک دلایلی که قاطی کردنم هم همین بود یادم نمیومد که من تو سیسیلیان وارد ساختار ماروکسی شده باشم برای همین برای اینکه این, این اپشن رو به سفید ندم اومدم فیل E7 کردم ولی حرکت خیلی بدیه چرا به خاطر حرکتی که سفید تو بازیم انجام میده سفید حرکت E5 رو انجام میده و بعد از این تعویضا مجبورم اسبم رو خونه D5 بذارم که این وضعیت خیلی برای سیا جالب نیست حالا ببینیم ادامه بازی چطور پیش رفته بعد از حرکت رخ دی یک وزیرم رو سی هفت گذاشتم از ستون دی برش داشتم چون سفید رخش رو داخل ستون دی گذاشته سفید حرکت سی چهار رو انجام داده از رو خونه بی چهار گذاشتم که بعدا بتونم به خونه سی شیش برش گردونم سفید بچه حرکت اسب سی سر رو انجام داده حالا آشیش کردم به حرکت آشیش خونه بی 5 رو دارم کنترل میکنم سفید فیلش رو خونه f گذاشته حالا اسممو برگردوندم خونه سی بچه اینجا سفید یه حرکت خیلی قوی داشت که واقعیتش من هم ندیده بودم حرکت اسپ حرکت اسپ واقعا داغون کننده است و هیچ کاری از دستم بر نمیاد بهش نمیشه خیلی قربانی گفت چون اگه اسب رو بزنیم با پیاده پس میگیره اسبم زیر ضربه اگه اسب رو جابجا کنم حرکت دیشیش رو انجام میده و داغون داغون میشه سیاه و این وضعیت کاملا برای سیاه بازنده است پس حرکت از دی پنج حرکت خیلی قوی بود که سفیدم خوشبختانه تو این وضعیت انجامش نده سفید اومد حرکت وزیر ای چهار رو انجام داد و تو این وضعیت من دیگه متوجه حرکت از دی پنج شدم وضعیت سفید عالیه اگه قلعه برم باز حرکت از دی پنج حرکت قوی فکر میکنم باشه حالا از نظر انجین این وضعیت اونقدر هم بد نیست ولی خب من ذهنیتم از این وضعیت کاملا خراب بود و فکر وضعیتم خیلی بده برای همین اومدم حرکت G5 رو از سر ناچاری انجام دادم با حرکت G5 میخوام ستون G رو باز کنم شاید بعدا بخوام قلب بزرگ برم و رخم رو داخل ستون جی بذارم و به شای سفید حمله کنم و سعی کنم خودم یه سری بازی ها رو تو این بازی درست کنم حالا سفید میتونست خیلی راحت سرباز رو بزنه ولی خب تصمیم میگیره که فیل G3 کنه بازم تره از دی پنجش هنوز هست حالا به استراتژی نه چندان خوب خودم ادامه میدم حرکت H5 رو انجام میدم بچه سفید H3 میکنه حالا H4 که خیلی فایده ای نداره فیلش دو میکنه پس اومدم حرکت G4 رو انجام دادم سفید پیاده رو زده بعد از اینکه با پیاده زدم حالا با وزیر G4 پیاده خودش رو پس گرفته اینجا دیگه قله بزرگ رو انجام میدم و به سفید اجازه میدم که از D5 کنه سینا موعد تو بازی حرکت از D5 رو بازی میکنه حالا بچه پیاده رو اگه بزنم دوباره وزم حالا چه حرکت 6 رو انجام بده سفید و به وزیرم حمله کنه چه با پیاده پس بگیره اصلا امکان نداره من وارد این شاخه بشم خیلی خیلی بده برای همین وزیر خودم رو جابجا کردم وزیر آ کردم و سفید تصمیم گرفت که فیل خونه ای 7 رو بزن من با اسب ای هفت فیل خودم رو پس گرفتم حالا سپید حرکت فیل 4 رو انجام داد که به نظرم در نگاه اول عجیب اومد که البته حرکت خوبیه چرا اجی چون گفتم الان میتونم رخ جی 8 کنم و بعدش هم اسب 5 کنم و مهرام به سمت جناح سفید اضافه میشم خب همین کارو هم کردم حرکت رخ جی 8 رو انجام دادم ولی بعد از حرکت وزی ای 4 دیدم سفید تهدید بزرگ رخ در دی 7 رو داره البته این رو بگم که انجین حرکت اسب 5 رو اینجا پیشنهاد میده ولی من واقعا از این حرکت اسب 5 ترسیدم چون گفتم سفید میتونه رخ خونه دی 7 رو بزنه حالا اگه با شاه بزنم پیاده خونه B7 رو میزنه بعدش میتونه با رخ کیش بده و واقعا از این وضعیت ترسیدم که انجین برتری به سفید میده ولی خب این رو بهترین شاخه برای سیاه میدونه حالا اگه بخوام با وزیر سی هفت مسیر کیش رو ببندم که تنها حرکت هم هست اگه بخوام شاو کنم بچه خیلی راحت مات میشم تنها خونه ای که میتونم برم خونه ای 8 بعد از وزیر C کیش مجبورم وزیر رو برگردونم وزیر رو میزنه و مات میشم فیل مدافع وزیر پس حتما باید با وزیر سی هفت مسیر کیش رو ببندم و حالا سفید میتونه با روخش داخل خونه دیه کیش بده تنها حرکت برای سیاه حرکت از دی چاره و سفید میتونه پیاده آشیش رو بزنه که از نظر انجین بهترین شاخه برای سفیده که من میگم واقعا ذهنیت خوبی دوره این شاخه نداشتم و اصلا از پنج رو جز نامساب حساب نکردم چون گفتم بعد از روخ دردی هفت و ازم خیلی بد میشه و ممکنه مات بشم پس برای همین اومدم حرکت از سی شیش رو انجام دادم حالا سفید رخ شیش کرد بچه مخواد روخاش رو دوبت کنه و نهایت فشار و وضعیتم وارد کنه اینجا اومدم رخ آ پنج کردم که به پیاده ای پنجش حمله کنم و بعد از حرکت رخ یک به وضعیت بسیار جالب این بازی میرسیم که من داشتم حرکات مختلفم رو بررسی می کردم حرکت اولی که بررسی می کردم که در نهایت همین حرکت رو انجام دادم حرکت اسب دی در ای 5 حالا بچه ها میخوام روند فکریم رو تو محاسبه این شاخه بهتون نشون بدم چیزی که تو فکر من میگذشت این بود که میتونم با اسب پیاده رو بزنم این اول بهتون بگم که اگه با اسب بزنم با اسب بزنه با رخ به هیچ وجه نمیتونم بزنم چرا چون اول رو میزنه کیش و بعد رخو میزنه و به یه سوار کامل جلو میفته سفیدی یه فیل بیشتر داره پس با رخ به هیچ وجه نمیتونم بزنم باید با بزنم حالا بزنین روند فکری رو بهتون اون چیزی که تو ذهنم میگذشت رو نشون بدم خب بچه نگاه کنید که خونه دی هشت هم توسط دو طرقش تو هم توسط فیل داره کنترل میشه چیزی که من داشتم محاسبه کردم این بود که خونه ای پنج رو با اسبم میزنم بعد از اینکه با اسب زد با اسب می میگیرم و بعد از اینکه با رخ داخل خونه دی هشت کیش داد رخش رو میزنم با اون یکی رخ میزنه حالا با وزیر نمیتونم بزنم چون با فیل وزیر رو میزنه شاه میارم خونه سی و ایشالله که خطری برام نیست و مات نمیشم ولی سینا موحد چند تا حرکت هم بیشتر از این دیده بود به حال این شاخه ای بود که من محاسبه کردم و توکل بر خدا وارد این شاخه شدم من با اسب پیاده ای 5 رو زدم سفید اسبم رو زد من با اسب اسب خونه ای 5 رو زدم سفید داخل خونه دی 8 بم کش داد روخش رو زدم بعد از اینکه روخ رو زد حرکت شاه سی رو انجام دادم و سینا موحد خیلی سریع حرکت روخه چش رو انجام داد و من یک لحظه واقعا شوکه شدم بچه حرکت روخشش چش یه حرکت تاکتیکی خیلی باحاله اگه بخوام روخش رو بزنم اونم میتونه از رو با کیش بزنه و روخ و رو شام چنگال کنه و مهره عقب میفتم و کاملا بازندم خب بچه این لحظه اولیه که این فکر به ذهنم خطور کرد که بالاخره دارم اولین باختم و تو مسابقه میدم اشکال نداره شرطانش برد و باخت داره برحال منم میبازم تا همینجاشم هم خیلی خوب مقامت کردم بازیام خوب بودم بردای خیلی خوبی داشتم و اشکال نداره دیگه بازی خراب شد ولی یهوی حرکت وزیر دیدو رو دیدن حرکت وزیر دیدو تنها حرکتی که این وضعیت رو فعلا نجات میده جالبه که بچه بهتون بگم حرکت روخ چشم با اینکه حرکت باحالیه ولی اتفاقا حرکت بدیه و تمام برتری سفید رو از دست میده سفید اینجا هر حرکت دیگه ای کنه همچنان برتری رو داره و وضعش اصلا بد نیست ولی حرکت روخ چشم حرکتی که کاملا این وضعیت رو مساوی میکنه به خاطر چی؟ به خاطر حرکت وزیر دیدو حالا اگه رخ خونه H5 رو بزنی یکیش داخل خونه D1 میدن و بعد از شاچ دو رخ رو پس میگیرن پس حرکت وزیر دیدو جواب خوبی به تاکتیک سفید بود سینا تا اینجاش رو هم دیده بود و حرکتی که اینجا بازم سریع انجام داد حرکت فیل دی هشت کیشه با کیش فیل دیگه گفتم کاملا وضعیتم خرابه بچه اگه دو خونه پایینی برم که وزیر خودم رو از دست بیدم مثلا حرکت شاه سی حالا یکیش برخوا سفید میده الان با رخ کیشم اگه رخو بزنم وزیر خودم رو از دست میدم و کاملا بازنده حرکت دیگه ای که شام داره حرکت شاه بیشته که هیچ فرق با شاه سی هشت نمی کنه. حرکت بعدی حرکت شاه دی هفته که سفید حالا میتونه بعد از وزیر در بی هفت منو مات کنه خونه. خونه دیشیشه و بعد از وزیر سی هفت سیاه مات میشه و من انقدر که تحت تاثیر این تاکتیکا قرار گرفته بودم تو فکرم این بود که حرکت شادی هفت رو انجام بدم بذارم سفید منو مات کنه و ازش تشکر کنم به خاطر بازی و پاشم چون حرکت شاه سی هشت و شابیش واقعا وقت تلف کردنه چون وزیر خودم رو از دست میدم پس گفتم بذار به عریف احترام بذارم و حرکت شاه دیف رو انجام بدم و مات بشم ولی یهوی حرکت شاه دی رو دیدم دیدم میتونم شاه خونه دیشش بذارم یعنی من تو این بازی کلا داشتم تک حرکت پیدا میکردم تنها حرکتی که نبازم رو پیدا میکردم بازی رو ادامه میدادم و بچه این وضعیت کاملا مساویه و سیاه باید رو خوب بزنه به خاطر اینکه دارم مثلا داخل عرض آخر ماتش میکنم اگه با وزیر کیش بدم سفید مات میشه پس حرکتی که حریفم ندید حرکت شاه بود که دیگه سفید هیچ کیشی نداره دیگه اگه بخواد با فیلش دوباره کیش بده خیلی راحت فیل رو میزنه سفید اومده روخ خونه H5 رو زده با وزیر یه دونه کیش شدم بعد از حرکت شاید دو حالا رخ خونه H5 رو دوباره با کیش زدم بعد از حرکت شاه جیسه با وزیر داخل خونه G6 کیش زدم باش سفید مجبور بزنه وزیر رو وگنه من وزیر رو میزنم و بعد از تعویز وزیر رو به یه همچین وضعیتی میرسیم که آخر بازی اسب مقابل فیل و آخر بازی مساوی هم است. ولی هنوز بازی تمام نشده چون سینما بعد بازم بهم تاکتیک میزنه بعد از حرکت F4 من حرکت F5 رو انجام میدم پیاده خودم رو بچه تو خونه سفید میذارم چون سفید فیل سیاه رو داره و نمیتونه پیاده من رو بزن از طرف این اصلا به خوبی داره این خونه ها رو کنترل میکنه این دو خونه هم با پیاده داره کنترل میشه و یه ساختار خوب رو اینجا تشکیل دادم و به سفید اجازه جلو اومدن نمیدم سفید اومده حرکت فیل F6 رو انجام داده تا خون ای پنج رو به حال کنترل کنه حالا من به دو تا استراتژی و دو تا شاخه داشتم فکر می کردم یکی اینکه دست به این سمت صفحه یعنی سمت چپ اصلا نزنم و حتی به سفید بعدا اجازه بدم با حرکت G4 و بعدم G5 بیاره جلو و خیلی کاری به اون نداشته باشم از این طرفم و این سمت نگه میدارم و شاید سفید نتونه هیچ کاری انجام بده و نتونه برتری رو به دست بیاره چون پیاده هم به خوبی دارن و تمام این خونا رو کنترل میکنن و سفید نمیتونه باشش بیاد سمت جناه سیاه برام این شام هم اینجا نگه میدارم و نمیذارم سفید هیچ وقت نفوذ کنه پیاداشو بخواد برونه میتونم همه رو تعویض کنم و احتمالا وضعیت مساوی یه شاخه دیگه که بهش فکر میکردم اینه که همینجا ای پنج کنم چون شاخه قبلی خیلی غیر فعال میشم و همینطور باید منتظر بمونم ببینم سفید میتونه منو ببره یا نه. در درواز شاخه ای 5 اگه بزنه با اسب میزنم و اسب اسمم خیلی فعال میشه و میتونه بره سراغ بقیه پیاده و در نهایت تصمیم گرفتم که حرکت ای 5 رو انجام بدم ولی شاخه ای که محاسبه کردم اینجوری بود بعد از حرکت ای 5 پیاده رو میزنه با اس میزنم بعد از شایف 4 پیاده سی 4 رو میزنم حالا اگه این پیادم رو بزنه با حرکت اس ایس شاه و پیاده رو چنگال میکنم و پیاده جی 2 رو هم میزنم حالا ببینیم تو بازی چه اتفاقی افتاده ای پنج کردم سفید پیاده ای پنج رو زده با اسب زدم سفید شاف چار کرده پیاده سی چار رو هم زدم و سفید پیاده اف پنج هم رو زد و حرکت عجیب بود دیدم الان که میتونم اون یکی پیادش رو هم بگیرم و خیلی سریحت زدم که احتمالاً سفید میخواد اسب من رو اون گوشه گیر بندازه ولی اصلا حوصله نداشتم حساب کنم و چاره هم ندارم اگه بخوام حرکت دیگه ای کنم این پیادهش رو دوتا برونه واقعا وحشتناک میشه برای همین گفتم بذار پیاده رو بزنم ببینیم یه چیزی هم به حال یاد میگیریم امروز ببینم اسبمون چطور میتونه اونجا گیر بندازه با از داخل خونه ایسه کیش دادم بعد از شاه ای 4 پیاده رو زدم با فیل کیش داد بعد از شاه ای 6 اون نمیرم این بر احتمالا خیلی تر باشه و بعد از حرکت فیل جی 3 اسبم هیچ خونه برای جابجا شدن نداره سفید داره با شاه اف سه. و بعدم شاه جی دو اسب رو میزنه و اسمم رو نمیتونم نجات بدم ولی بازم بچه این وضعیت کاملا مساویه به خاطر اینکه اگه بخواد با شاه بره اسب رو بزنه منم از این سمت میرم پیاده رو میزنم و این فیلش برای برد اصلا کافی نیست حالا من اینجا حرکت بی پنج رو انجام دادم حالا بچه گرفتن اسبم براش سودی بچه واقعا نداره چون شام خیلی سریع فعال میشه و سری میرسه به خونه سیدو و سفید نمیتونه از پیاداش دفاع کنه از طرف منم دارم پیاده ها میرونم و این پیاده تعویض تعویز میشن و این وضعیت کاملا مساوی مثلا سفید بخواد از پیاده هم دفاع کنه بعد از شاه سیدو بخواد آسم کنه بالاخره بعد با آسه کنه چون به پیاده حمله میکنم منم این پیاده خیلی راحت میرونم و این وضعیت بچا مساوی مثلا اینجا برونم این که بیا که فایده نداره اصلا فکر کنم میتونم بگیرمش اگرم بخواد تعویض کنه دو تا حرکت بعدی میرونم و این پیاده هم تعویض میشه و این وضعیت مساویه چون فیل برای برد شاه سیاه کافی نیست و سفید به خاطر کم بود مهره بازی مساوی میشه و تو بازی هم سفید نرفته سراغ اسمم چون دید که شاهم خیلی سریع به خونه سی دو میرسه و وضعیت مساوی میشه سفید حرکت بی سر رو انجام داد و من حرکت سی چار رو انجام دادم بچه یه نکته هم که میخوام در مورد این آخر بازی بهتون بگم سفید خیلی دلش میخواد این جاها حالا به طور کلی نه تو این وضعیت خاص ولی این جاها فیل سفید رو داشته باشه که خونه ارتقای این پیادش رو دفاع کنه مثلا اینجا حرکتی مثل بی درسی و بی درسی کاملا مساوی بچه و سفید نمیتونه این وضعیت رو ببره چرا چون الان حتی اگه این دو پیاده و این اسب رو هم از دست بدم این وضعیت کاملا مساویه بچه این وضعیت رو نگاه کنی الان مهرای سیاه و هست کردم و سفیدم اسبم و داخل اون خونه زده تو دو خیلی دوست داشتم که این وضعیت رو بهتون نشون بدم و بهتون بگم که این وضعیت کاملاً مساوی بعد حتی سیا نیاز, نیاز نداره که بره سراغ و اون پیاده فقط نیاز داره که بره جلوی پیاده قرار بگیره و تو خونه ارتقا فرض کنی سفید بخواد شارش رو فعال کنه هیچ اهمیتی نداره ما فقط میریم داخل اون گوشه و این وضعیت کاملا مساویه و سفید نمی‌تونه ببره چرا چون فیلش مخالف رنگ ارتقاء و ایده های پاتی که وجود داره وضعیت رو برای سیام مساوی میکنه اگه فیل سفید رو داشت بچه این وضعیت کاملا برنده است حالا الان میتونه نشون میدم مثلا پیاده خودش رو به هر حال بعد برونه دیگه و تا لحظه آخر برسونه مثلا اینجا حرکت شاه بیشیش پات میشه چون هیچ خونه ای نداره سفید مثلا مجبور فیل خودش رو جابجا کنه از اینجا که مثلا ما میایم بالا و بعد از این وضعیت حالا اگه برون مساویه اگه فیل اینجا کنه مساویه و کلا سفید نمیتونه ببره هر حرکتی کنه احتمال پاد خیلی بالاست و نمیتونه پیشرفتی تو وضعیتش حاصل کنه حالا مثلا اگه سفید فیل سفید رو داشت کاملا برنده بود چون یه کیش میداد اینجا بعد از اینکه شاو جا به جا با پیاده کشیم و بعدم پیادهش رو وزیر میکرد پس این آخر بازی کاملا مساویه و این چیزی که الان بهتون گفتم تو این آخر بازی که تو تاثیر میبینین خیلی تاثیر گذاره من چون میدونم قرار از تو رو از دست بدم فقط و فقط کافی که این پیاده سفید رو یه جوری از صفحه حذف کنم و فقط پیاده آش بمونه و میدونم که اون وضعیت کاملا مساویه برای من پس برای همین حرکت سی 4 رو انجام دادم اگه سفید بزنه پس کاملا مساوی سفید اینجا حرکت شاه رو انجام داده من اینجا دیگه نمیدونم تمع کنم و پیاده خودم رو برونم چون سفید میتونه خیلی راحت اسب رو بزنه و بعد از حرکت سی دو فیلف چار کنه و خونی ارتقاء وزیر کنترل شده و سیاه بازنده است کاملا من خیلی راحت اینجا پیاده بی سر رو زدم چون میدونم پیاده ها تعویز شد. سفید نمیتونه با فیلش منو مات کنه سفید پیاده رو پس گرفته و من حرکت آ پنج رو انجام دادم این اش رو هم حذف کنم کاملا مساوی سفید اسب خونه جی دو رو زده حالا هم حرکت بیچار 4 مساویه هم حرکت آچار که بر دوتا هم فکر کردم و دیدم هر دوتا مساویه بالاخره حرکت a رو انجام دادم حرکت p بچه خیلی جالبه با اینکه پیاده رو دارم تو خونه سیاه می‌ذارم ولی حرکت بعدی دارم حرکت a رو انجام میدم فرض کنین سفید هر حرکت کنی اصلا فیل e ای من حرکت a رو خیلی راحت انجام میدم و سفید اگه بخواد پیاده رو بزنه فورس کردم که بره داخل ستون H و خیلی سریع شما میرسونم به خونه A8 ای و این وضعیت کاملا مساویه ولی تو بازی تصمیم گرفتم که حرکت A4 رو انجام بدم حالا بچه اگه سفید بیاد B4 کنه که اصلا بازنده میشه به خاطر اینکه خیلی سری میام پیاده رو میزنم اگه بخواد با فیل از پیاده دفاع کنه این دفعه این پیاده وزیر میشه پس مجبور فیلش رو داخل این قطر نگه داره و من این پیاده رو میزنم حالا منم که دو تا پیاده دارم و وضعیتم شاید برای من برنده باشه اصلا و سفید بازنده بشه پس برای همین سفید تو بازی خیلی راحت پیاده رو زده و تو این وضعیت به مساوی توافق کردیم چون این پیادم هیچ وقت وزیر نخواهد شد به خاطر اینکه سفید میتونه فیل ای کنه و فیل سی سه کنه و همیشه فیلش رو داخل این قطر نگه میداره و هر وقت بخوام وزیر کنم فیلش رو قربانی میکنه و وزیرم رو میزنه و این وضعیت کاملا مساوی به خاطر همین داخل این وضعیت به مساوی توافق کردیم امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشین اگه به شطرنج علاقه مندین و نمیخواین که ویدیوهای بعدی من رو از دست بدین کانالم رو سابسکرایب کنین خیلی ممنون که تا پایین ویدیو با من همراه بودین